یا تو سالن برداشت یه چیزی بخوام مثلا تو زمین کشاورزی بخوام مثلا من یه سر گندم به ما بده میمدم لباس بلند طرف یه پوشش هم رنگ به من بکنی رنجی کنایه داری؟ بنده فاطمه ظرافت انگیز هستم، دانشجو مقطع دکترا زبان و ادبیات فارسی و دارای 28 سال سابقه کار در واقع در زمینه تدریس کودکان با آسیب بینایی. شما متولد دوره ابتدایی من استثنایی بود. من دوره راهنمایی و دبیرستان رو در مدارس عادی به صورت تلفیقی گذروندم بین بچه‌های عادی. بعد از اون وارد دانشگاه شدم بلافاصله بعد از دیپلم در سال 69 و دانشگاه گیلان سراسری آزمون دادم، ولی به شکل بورسیه چون معدلم بالا بود قبول شدم دانشگاه، بازم سراسری دانشگاه تربیت معلم بود اون موقع، الان شده دانشگاه خوارزمی تهران پذیرفته شدم که دیگه از اون موقع ساکن تهران شدم. نه، بنده نابینای مادرزاد هستم، از ابتدا نابینای فقط درک نور دارم. من 3 خواهر و 2 برادر دیگه دارم که هیچ کدوم دچار مشکل بینایی یا هیچ معلولیت دیگه ای نیستن. من کلن از حواسم خیلی استفاده کردم، چون دوران کودکی یک نابینا خیلی مهمه، نه که بگم برای معلولیت های دیگه مهم نیست، اما یک نابینا اگر دوره کودکی خوبی نداشته باشه رشد بزرگسالی خوبی هم نخواهد داشت. من بچه‌ای نبودم که بشینم یه جا و مثلا دوچرخه سواری میکردم، کاری که اینو گفتم به خاطر اینکه هر نابینایی یعنی این کار رو اصلا نمیتونه انجام بده. من دوچرخه سواری میکردم تا دوم سوم راهنمایی، حتی یادم دوچرخه شخصی داشتم مثلا برام خریده بودن، دوتا دوچرخه خراب کردم. منو با تیب خاطر ثبت نام کردن و با معلماشون رو توجیه کردن، اصلا بدون اینکه بدونن، هنوز اصلا این تلفیقی جا نیفتاده بود اونقدر، اون موقع مثلا خیلی زمان خوب گذشته بود دیگه، مدیرمون معلما رو توجیه کردن و معلما چقدر خوب چقدر دلسوزانه. من یادم معلم ریاضی من، خب شهرستان بود، کتاب نداشتیم، مثل تهران نبود که معلم ریاضی من اشکال هندسه قضیه تالس فیثاغورس رو کف دست من برام میکشی، مثلث ها رو، یا مثلا معلم علوم من منو میبرد آزمایشگاه و از من اصلا نمونه کار میخواست، میگفت سنباده رو چوب بچسبون بیار درست کن، نمیدونم. اینطور نبود که بگن خب تو نابینایی خب ولش کن، مثل بچه های دیگه ما مثلا از تو توقع نداریم. معلمی رویای من اصلا من معلم بازی که میکردم، بیشتر معلم بازی میکردم من با بچه ها، به خاطر اینکه معلمامو دوست داشتم، چون مخصوصا وقتی وارد مدرسه عادی شدم یعنی به صورت تلفیقی، من معلمای دوره راهنماییمو واقعا دوست داشتم و همین جرقه زد تو ذهنم که میتونم یه معلم باشم. تلخترین خاطره میتونم بگم، آره الان یادم اومد، که از دست دادن یکی از دانش آموزان بود. من یکی از دانش آموزان بود که خب تا کلاس اول دبیرستان یعنی 4 سال من باش کلاس داشتم مداوم، بعد ایشون دچار سردردهای مزمن میشد دیگه، خیلی به پزشک مراجعه کرد و متوجه شدیم که تومور داره و دچار ایست قلبی شد و 17 روز تو بیمارستان بستری بود و تو کما بود. بلا استثناء هر روز من میرفتم بیمارستان و دیگه انقدر برای اونا عجیب شده بود که دکتر به من گفت اصلا تو خواهرش هستی، مامانش هستی، اصلا شما کیه این بچه هستی که هر روز میای؟ حتی بیمارستان بد بود عوضش کردیم، منتقل کردیم، بردیم یه بیمارستان دیگه. یعنی تو این کارا من خودم دخیل بودم و روز مرگ این دانش آموز انگار به من الهام شده بود، همش بوی گل شمعدانی میومد برام، یعنی هر جا میرفتم بعد میگفتم خدای، یعنی همه جا بوی گل شمعدانی هست.
الان به خاطر همین در واقع بوی گل شمدونی منو یاد اعظم حدادیان میندازه. خاطرات خوش خیلی زیاد دارم. مثلا یکی از خاطراتم که خوش تموم شد، شاید بد بود ولی خوب تموم شد، این که من یه بار میخواستم آزمون بگیرم از بچه‌ها. بچه‌ها انگار که مشکل داشتن، نخونده بودن، به منم نگفته بودن، چون دو سه بار امتحان عقب انداخته بودن دیگه، اون روز باید میدادن، نگفته بودن. همه کلاس جمعی تقلب میکردن اون لحظه و من قشنگ متوجه شده بودم، چون من تو کلاسام نمیشینم، راه میرم. مثلا آزمونو، مثلا آزمون که میخوام بگیرم میرم پیش میز بچه‌ها. بعد ارتباط با نابینا خب فرق داره با افراد بینا. مثلا میرم پیششون، مثلا میگم خب آزمون چطوره، خوبه؟ مثلا اینطوری دست میزنم به شونه‌شون یا باشون ارتباط میگیرم. و اون روزم خب من متوجه شده بودم، دقیقا متوجه شدم که یکی از دانش آموزان نمینویسه. مثلا هر از گاهی دو تا سه تا مثلا کلمه مینویسه الکی که مثلا منو سردرگم کنه، فکر کنه من مثلا متوجه شم این داره امتحان میده. ولی یکی دیگه از بچه‌ها مثلا دو تا برگه گذاشته بود برای اونم داشت مینوشت. بعد حالا یکی اینطوری تقلمیه، یکی قشنگ زیر میزش کتابو باز کرده بود، این متوجه نبود که وقتی دست میکشه رو خط بریل، من گوشم خیلی حساسه، صدای دستشو میشنیدم قشنگ، یعنی خطو که میبرد که بخونه که بنویسه، بعد بیاد بنویسه، صدای دستش قشنگ برای من میومد، متوجه شدم قشنگ داره تقلب میکنه. سختی های معلم خب خیلی زیاده، به خصوص معلم استثنایی. مثلا یا معلمی که نابینا هست میخواد رفت آمد بکنه، یکی از مهمترین مسائلش عیب ذهابه، یعنی منم مثل بچه هام ضربه پذیرم. دوران کرونا والا خیلی برای ما خب خیلی سخت بود، چون یه تجربه‌ای بود که خب بچه‌های ما باید ارتباط ظاهری، یعنی ارتباط حضوری با معلمشون بگیرن، چون نه تنها با صدا، مخصوصا من خودم خب از نزدیک با بچه‌ها ارتباط لامسه دارم، مثلا دستشون رو می‌گیرم باهاشون ارتباط دارم، خب خیلی سخت بود که معلمشون رو نبینن. یکی این بود و مورد دیگه اصلا فقر مادی بچه‌های من بود. خیلی از بچه‌های من گوشی نداشتن، مثلا بچه باید با گوشی پدرش میومد تو کلاس و من میموندم، خب میگفت پدرم میخواد بره بیرون گوشیشو میبره، من میموندم خدای کلاس صبحه، من باید مثلا با این بچه بعد از ظهر کلاس بذارم، مثلا باید انفرادی باش کار کنم یا مثلا باید درس جدا براش بفرستم. خب از این مشکلات ما خیلی زیاد داشتیم. من هر دو تا کتابم هستش که کتاب آشپزیم، این کتاب هست که در واقع مهارت‌های ویژه آشپزی در این کتاب برای نابینایان مطرح شده، و یعنی این که مطرح شده که افراد بینا چطور میتونن به افراد نابینا آشپزی آموزش بدن، تو این کتاب اینا مطرح شده. و یه کتابم که قفس تنگ لحظه ها هست که این کتابم مجموعه اشعارم هست که سال 94 چاپ شد. من ادبیاتو خیلی دوست داشتم، یعنی از سال 65 من شعر میگفتم، منتها خب با وزن و قافیه با اینکه زیاد آشنا نبودم، ولی خب از اون به بعد شب شعرهای مختلف میرفتم. با توجه به اینکه شما الان آشپزی هم میکنه، دو مهارت دارید تو آشپزی، فکر میکنید معلمی براتون چه مزه‌ای داشته؟ معلمی برای من ملسه، هم شیرین هم ترشه.